گروه طالبان از نهایی شدن توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا خبر داده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رسانه‌ها گفته است که نمایندگان دو طرف امروز شنبه درباره چگونگی این توافقنامه بحث می‌کنند. تا حد زیادی روی مسائل بحث شده و موارد کمی باقی مانده است. متن توافقنامه آماده شده، بلکه بعض از نقاط مانده است که امروز بالایش صحبت خواهد شد. گروه طالبان در حال از نهایی شدن توافقنامه صلح میان آمریکا و این گروه خبر می‌دهد که با تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده است که اگر توافقنامه صلح با گروه طالبان امضا هم شود، نیروهای آمریکایی به شکل مطلق از افغانستان خارج نمی‌شود و آمریکا حضور دوامدار در افغانستان خواهد داشت. شدت جنگ در افغانستان بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان افزایش یافته است. حمله بر کندوز نمونه آن است. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان مقایان محمد جان رسولیار، معاون پیشین والی هلمند، آقای عبدالظاهر سالنگی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و همچنان آقای دکتر ظریف امینیار تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه از طریق اسکایپ با ما است. بسیار خوش آمدید میهمان ما. آقای سالنگی، در پیوند به نهایی شدن توافقنامه صلح آنچه که نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته و اظهارات دونالد ترامپ در مورد حضور دوامدار در افغانستان، باورتان چی است؟ آیا به این باور هستین که با توجه به تاکید آمریکا روی حضور دوامدار و تاکید طالبان روی خروج آمریکایی از افغانستان، این توافقنامه به زودی نهایی شود و امضا شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین اول سلام خدمت شما، خدمت جناب معاون صاحب و همه مردم با عزت و با افتخار افغانستان تقدیم بکنم. ثانی درود و تحیات میگویم به روح پاک همه شهدای مردم افغانستان، کسانی را که امروز در ولایت قندوز از هموطنان عزیز ما شهید شدند و تعدادی از خانواده ها خانه هایشان را ترک کردند. بر شهدا بیشتر برین میخواهیم و به زخمیان شفای عاجل و یک صلح دائم و قایم در افغانستان میخواهیم. طبیعتا شما میدانین افغانستان و مردم افغانستان 14 جنگ طاقت فرسا و یقینا خسته کن تعمیل شده به مردم افغانستان و مردم افغانستان تشنه صلح است. اما آنچه که من فکر میکنم از بگومگوهای صلح از طریق میدیا و مطبوعات از قطر میشنویم و از زبان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دانفورد لوی دریسیس ایالات متحده آمریکا، طبیعتا هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی در یک سردرگمی قرار داره. ولی و فکری که خب ما دارم متضاد هم مطرح خواهند شد. اگه متوجه شده باشین مثلا تاکیدش عمده طالبان روی از تا جدول زمانی نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام شود، در حالی که با تازگی دونالد ترامپ گفته که ما سربازهای خود به شکل مطلق خارج نمی‌کنیم، حضور دوامدار در افغانستان خود داشتیم، آیا به این باور هستین که طالبان با وجود این شرط توافقنامه را امضا کنند و یا هم مذاکرات به طرف بنبست خواهد رفت؟ ما فکر ما می است به همون جا می اومد. ما فکری را که ما دارم و مطالعه که اوضاع سیاسی افغانستان و از منطقه و از دنیا داریم، فکر ما به این است که ایالات متحده آمریکا امنیت مردم افغانستان و امنیت جوان و به خصوص امنیت خود ایالات متحده آمریکا را برای یک چند آدم اینه که از نامش و از عمل کردش و از روح روانش پیدا است که اینا دهشت افغان، تروریست و مردم را میکشن، نخواد امنیت ایالات متحده آمریکا را بر اینا مسپاره و از اینا توقع بکنه که شما از افغانستان اجازه ندین ایالات متحده آمریکا را کشور و گروپی و منطقه مورد تعرض قرار بده. که شما میدانین به گفته بعضی از تحقیقات و تحلیلگرا نزدیک به 26 گروپ تروریستی در افغانستان فعالیت داره و اونا برنامه‌های خود دارن. با این بهانه که من فکر میکنم و با این وضعیتی که در افغانستان وجود داره، من قطعا باور به این ندارم که ما به یک صلح دائمی در افغانستان دست پیدا بکنیم و ایالات متحده آمریکا در بازی‌های سیاسی در برابر طالب‌ها عقب نشینی بکنه. آقای امینیار، برداشت شما چی است از اظهارات اخیر دونالد ترامپ در پیوند به عدم خروج از افغانستان و بحث نهایی شدن توافقنامه آنچه که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که خب گفتگوهای صلح به هر عنوان که هست، وقتی که بحث از مذاکره است و صلح هست و بحث از خاتمه جنگ ممکن در افغانستان است، خوب است، این بحث ها خوب است. اما متاسفانه یکی که دولت افغانستان در این بحث ها منزوی هست، از طرف دیگر این بحث ها خیلی پنهان و در پشت درهای پنهان است و همچنان
بعضن گفته میشه و یک فرضی بسیار اساسی وجود داره که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر از اینکه انتخابات 2020 را برنده شود و یک پوینت بسیار خوب به برنده شده داشته باشد، بل میخواهد که در یک حرکت بسیار ناسنجیده حداقل با طالبا یک توافق را انجام بده. این توافق امکان داره که به صلح دائمی انجام بیابد و امکان هم داره به صلح اصلا به هیچ صلح انجام نیابه. آقای امین، شما در آمریکا حضور دارین، دیدگاه حاکم در بین سیاسیون و مردم آمریکا در پیوند به پروسه صلح موجود چی است؟ آیا مردم آمریکا و سیاسیون آمریکا هم به این باور هستند که آقای ترامپ به خاطر مصرف سیاست داخلی خود و به خاطر کمپین خود میخواد که اقدامات ناسنجیده بکنه، و یا هم دیدگاه در اونجا متفاوتر است؟ دیسانت سیاسی در ایالات متحده آمریکا خیلی افزایش یافته. یک تعداد بسیار زیاد در ایالات متحده آمریکا که دیپلمات ها است و در خود حکومت ترامپ هم وجود دارند و در صنایع آمریکا هم حضور دارند، اینا به این باور نیستند که بالای طالبا باید اعتماد صورت بگیره و طالبا قابل اعتماد نیستند. از همین خاطر است که حتی یک درز در حکومت اداره خود ایالات متحده آمریکا هم به وجود آمده که شما حتما آگاه هستین که مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا آقای جان بولتن در این اواخر از بحث های گفتگوی صلح آمریکا با طالبان کنار زده شده و به هیچ جلسه به ایشان را نداده شده، به این عنوان که قبلا هم شما مطلع هستین که وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا نیز به خاطر همین موضوعات که تفاوت های دیدگاه که با ترامپ داشت، یعنی باید باور هستین که دیدگاه آقای ترامپ به هر نحوی شده میخواد تحمیل بکنه و حتی افراد حکومتش هم اگر مخالفش باشه دیدگاه زور در نظر نمیگیره در داخل آمریکا. من فکر میکنم قطعا رئیس جمهور ترامپ میخواهد که به خاطر برنده شدن در انتخابات 2020 یک پوینت بسیار خوب داشته باشه و بدون از این من فکر نمیکنم که ترامپ بتونه برنده شود. در ایالات متحده آمریکا هم پولارایزیشن سیاسی خیلی وسعت یافته است و مخالفین ترامپ با عملکردهای زشت و ناسنجیده که توان در این اواخر امو پرستیج سیاسی ایالات متحده آمریکا را در جهان پایین آورده خیلی انتقاد میکنند، بنان ترامپ فکر میکنه که خاتمه جنگ و یا یک نوی از قراردادی که در افغانستان به وجود بیاید میتواند یک پوینت خوب برای برنده شدن. آقای امین یار، من در اول صحبتام از شما پرسیدم که در پیوند به همین دو خواست متضاد، دو حرف متضاد، آقای ترامپ تاکید میکنه که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نخواهد شد، در حالی که طالبان بیشتر تاکیدشون روی ازی است تا نیروهای خارجی باید به شکل زمان بندی شده از افغانستان خارج شود. این اعلان آقای ترامپ چی معنا میده؟ فکر میکنید بازی تاکتیکی است و اصلا طالبان را میخواهد آماده بسازد، و یا هم آمریکایی‌ها روی حضورشان در افغانستان به شکل قطعی ساده است؟ من فکر نمیکنم که ایالات متحده آمریکا به این زودی ها بتوانند که از افغانستان کاملا نیروهای خود خارج کنه، اما 100% یقین دارم که یک مقدار نیروهای ایالات متحده آمریکا بعد از توافق صلح نیمه که انجام مییابد، چند روز بعد شاید نهایی شود، از افغانستان اعلان خواهد شد که بیرون میشن، و این به خاطر از این است که امو مصارف گزافه که در افغانستان از اون مصارف کاهش بیابه و یک نوع بالاخره پوینت و یک ذهنیت سازی به خود مردم ایالات متحده آمریکا شود که بالاخره ما این جنگ که هیچ خاتمه نمییابه، این جنگ ما خاتمه میدیم، در حالی که من فکر نمی کنم که ایالات متحده آمریکا حضور استخباراتی خود از افغانستان قطع کنه به هیچ وجه. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای رسول یار، دیدگاه شما در پیوند به مجموع تحولات در پروسه صلح افغانستان چی است؟ آیا با این باور هستین که با توجه به بازی های تکتیکی دو طرف در برابر هم دیگر، هم طالبان و هم گروه طالبان، شما میبینید که آمریکایی ها هم خیلی تلاش میکنند تا
بازی‌های تاکتیکی را برای طالبان انجام داده در مذاکرات. طالبان هم خیلی تلاش می‌کنند که تاکتیک‌های آمریکا را دفع بکنه و به معنای واقعی آمریکا را متحد به این بسازن تا بر آنچه که توافق می‌کنه روی از او پابند باشه. با این نظر هستین که در کوتاه مدت با توجه به وضعیت حاکم بر مذاکرات صلح افغانستان آمریکایی‌ها و گروه طالبان موافق شوند تا توافقنامه را امضا بکنند، چون کلانترین تفاوت دیدگاه بحث خروج و عدم خروج نیروهای آمریکایی است؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون قدرمن و میلمنو ته د بحث او همدارنګ بابک صاحب تاسو او د خورشید تلویزیون او رادیو تلویزیون لیدونکو ته سلامون او احترامات وړاندې کوم. همغه څه چې ښکاری د مذاکراتو د پایل نه تر نهمې ناستې پورې دواړه لوري د میز په سر په دې هڅه کې دي چې د بورد لوبه وړاندې بوزي، او تر دې مهاله هم دواړه لوري وایي چې ښه روان یو. طالبان وروستۍ اعلامیه کې دا وایي چې دوی توافق ته نږدې شوي دي، یوازې په مسودې په لیکلو باندې بوخت دي چې مسوده څنګه په درې ژبو باندې ترتیب شي او د لاسلیک لپاره چمتو شي، چې هغه په دوحه کې یا په یو دریم هیواد کې چې په اغلب ګمان د سولې بین الافغاني هغه مذاکراتي ټیم هم چې ورته ګمارل شوی دی، یو اروپایي هیواد به یا به د منځنۍ آسیا کوم هیواد وي. دوی وایي چې دې حده پورې رسیدلی وو، اما دغه کله نه چې یو بنبست منځته پکې راځي یا ځینې اظهارات منځته راشي چې دا مذاکرات وځنډوي، هغه په دې معنا ده چې طالبان له اول نه چې مذاکراتو ته دانګلي تر وروستي اظهاراتو پورې دوی دا وایي چې دوی به دا مذاکرات به هله نتیجه ورکوي چې امریکا په دې متقاعد شي، د امریکایي لوری چې هغوی به وروستی امریکایي عسکر هم د افغانستان څخه وباسي. خب این بحث منتفی شد با اعلان آقای ترامپ. این خواست طالبان منتفی شد که یعنی آمریکایی‌ها به شکل مطلق از افغانستان بیرون نمیشن و بر اساس هم استراتژی در از مدت آمریکا اگر بررسی شد و اخراج آمریکایی‌ها از افغانستان بس ناممکن است. بله، زمده موضوع ترازم بابک صاحب تر ډیره پوری اما از هان مخکنه په امریکای کې دا و یا خپل ترامپ په دې معتقد و چې دوی افغانستان نه وباسي او دلته د دوی اوسېدل نور فضول دي، هېڅ نتیجه ونه ورکوي، او بار بار په خپلو ټویټونو کې اظهار هغه ټویټونه کړي وو چې نور هند ته لازمه ده یا همدارنګه پاکستان یا روسیې یا ترکیې ته چې دلته د ثبات ساتنه وکړي او یا دلته د داعش په وړاندې مبارزه وکړي، امریکایانو ته اړتیا نشته. ولې په دې وروستیو کې که تاسو د امریکې مطبوعات تعقیب کړي وي یا نړیوال مطبوعات مو څارلي وي، د امریکې سناتوران په خاصه توګه د دفاعي کمیټې کوم سناتوران چې دي او د امریکې عامه اذهان په دې باور دي چې یو ځل بیا موږ د افغانستان نه متضرر نه شو، یو ځل بیا د افغانستان کې تروریستي ډلې دلته یعنی اعتماد نه ده موجود چې یو ځل بیا امریکا تهدید شي یا د امریکې منافع په سیمه کې تهدید شي یا د امریکې متحدینو ته زیان ورسیږي. نو په همدې باور ټرمپ له دې ویرې چې په انتخاباتو کې ماته ونه خوري د هغه عامه اذهانو تر تاثیر لاندې راغی او ویې ویل که چیرته موږ طالبانو سره سولې ته رسیږو هم نو 8600 عساکر به په افغانستان کې ساتو. خب د این مورد دیدتان چی است؟ فکر نمیکنید که اعلان مذاکرات به بنبست رو برو خط کرد؟ دقیقا شما میبینید که مذاکراتی که قرار بود یک روز درست پیش به پایان برسن هنوز هم دوام داره؟ بله، قرار بود چهارشنبه پورز هر څه پای ته ورسیږي. ځینې مطبوعاتو که به تاسو لیدلي چې یولس مادهیز او دوه زمیمو سره پریکړه لیک یا مسوده یا قطعنامه نهایي شوې وه، ځینو رسنیو په افغانستان کې هم خپره کړه، اما د ډېر د اعتماد وړ نه وه. همدغه څه و چې طالبانو په دې فوکس کوو چې امریکایان به په دغه مهال ویش کې چې څوارلس میاشتې جوړیږي افغانستان خاوره به تر کوي، دا په یو نه وه امریکایانو ځان لپاره ښه ونه ګڼله، چې یعنې دوی ځان لپاره د شکست په معنا وګڼله او په میز کې طالبان برلاسي ولیدل. هغوی دفتن داسې یو اظهارات وکړل چې دوباره طالبانو وویل که دا اظهارات واقعا دوی په عادي حالت کې کړي وي، نو دوی شاید مذاکرات و روان بهیر ته زیان ورسوي، او همدغه وجه ده چې مذاکرات پنجشنبه، جمعه او نن شنبه ته هم غځېدلي دي. نو دا اوسنۍ چې موږ تاسو ګورو د کندوز جګړې چې دریم ځل د کندوز ښار سقوط کوي، دا هم د دغه اختلاف زیږنده زه بولم چې اختلاف هلته په دوحه یا قطر کې اختلاف بیا زور اخیستی او همدغه اختلاف په پایله کې ده چې موږ یو ځل دریم ځل د کندوز د سقوط شاهدان یو. اصل کې د مذاکرې اصول دا دي بابک صاحب چې څوک واقعا له زړه نه غواړي چې
جګړه پای ته ورسیږي او د سولې مینوال وي، نو دوه طرفه باید انعطاف د ځانه ولري. همدارنګه امریکایي لوری باید چاپي او هغه بمباري درولی وای، افغان لوری هم ها تحرکات چې له پخوانه یې ډېر کړي دي باید بتي کړي وای، کم کړي، او طالبانو هم د چریکي جګړو جبهې جګړو ته باید مخ نه وای راړولی. اوس موږ ګورو چې کندوز کې عملا دوی جبهې جګړه مړندې بیا یو ډیری سیمې لندې کړي دي. زموږ خلک هلته په ډېرو ناوړه حالت کې د کندوز ښاریان مکمل لارې پې بندې دي. که د کندوز در مورد بنبست اگر بیایم فرض بر بین بکنیم که در نتیجه اعلان آقای ترامپ مذاکرات به بنبست میره و یا هم به درازها کشانده میشه، فکر نمیکنید که اینجا واقعا امو سرنوشت مذاکرات به خطر روبرو خواهد شد و مجموعه امیدایی که به این پروسه بسته شده ای به زیان خواهد رسید؟ په ټوله کې بابک صاحب ویره نه ده موجوده چې یعنی مذاکرات به هغه سي د اوږدمهاله بنبست سره به مخ شي، یا به سټاپ شي، و بدرېږي، یا به بې نتیجې پاتې شي. نه، له مذاکراتو هغه نه داسې معلومیږي جریان نه چې هر څه نهایي شوي دي. حتی هغه هیوادونه چې د دې پریکړه لیک په پایله کې امضا کوي هغه مشخص شوي دي چې هغه روسیې استازی ده، همدارنګه د چین استازی، د قطر د بندنو چارو مرستیال وزیر، همدارنګه د امریکې د خارجه وزیر، او د طالبانو مرستیال سیاسي مسؤول ملا برادر، دا ټول واضح شوي دي چې دا به په دې قطعنامه او دې پریکړه لیک کې به هغه کوي لاسلیک کوي. نو په دې اساس ځینې مشکلات خنډونه د مذاکراتو په بهیر کې منځته راځي، اما دا چې یو مخ دا منتفی کی یا دا مذاکرات نه همیاستنی بې نتیجې شي، دا زه اطمینان ورکوم چې انشاءالله سوله راتلونکې ده. خو اما چالشونه مشکلات ځکه لري چې موږ ډېره اوږده جګړه تر شا پرېښې ده، او په دې نهه میاشتو کې باید لږ انتظار وباسو چې موږ یو ښې باثباته او تلپاتې سولې ته ورسېږو. تشکر آقای سولنګي. با توجه به مجموعه دیدگاه های گروه طالبان و برخوردهایی که وجود دارد و یک نگرانی بسیار عمده بین مردم افغانستان در پیوند به نوع مذاکرات، شما دید شما در پیوند به همین مذاکرات فعلی چی است؟ آیا با دوام وضعیت فعلی، با شیوه برخورد مذاکراتی فعلی، ای به بیشتر به خیر افغانستان است و یا هم بیشتر به ضرر است؟ بارها هم گفتیم، یک بار دیگه هم امروز به عنوان یادداشت به شما آقای بابک و مردم افغانستان یادداشت میتونم. در قضیه افغانستان هر وقتی که خارجی ها تصمیم گرفتین و مردم افغانستان شریک بودن ناکام بودن. از جمله ما بر شما یاد داشت میتونم که ببرک کارمل در دوشنبه رئیس جمهور ساختن و به افغانستان حاکم سرنوشت می است که تا این در مردم افغانستان خون میتن و خون میخورن. بعد از او حکومت دیگر مجاهدین در پاکستان در لاوپندی ساختن و وارد افغانستان ساختن. بیرون از افغانستان مردم افغانستان شریک نبود و مشکلات کلان دامنگیر مردم افغانستان شد. بعد از این معضله شما دیدین که با یک سر و صدای همه شمول و با یک امید کلان مذاکرات بن شکل گرفت و طالبان رژیمشان از هم شکست و مردم افغانستان همه و همه کلان باور به این داشتن داخل و خارج در افغانستان که ما برای یک افغانستان با امید دیگه باور داریم و در افغانستان یک صلح دائمی میآید. اما جمعی از مردم افغانستان با این موضوع شریک نبودند و تصمیم در بیرون گرفته شده بود او را آوردن در افغانستان تطبیق کردن. فرصت به این مساعد شد، زمینه به این مساعد شد که تا این دم ما و شما یک حکومت داریم در افغانستان. یعنی این سناریو در حال تکرار است. ما با می جمعیم، ما شما در افغانستان حکومت داریم، قانون اساسی داریم، ولی یک تصمیم در بیرون از افغانستان گرفته شده بود، با وضعیت افغانستان سازگاری نداشت و تا این دم ما مشکلات پشت سر میگذرانیم. این دم هم حکومت افغانستان در جریان نیست، مردم افغانستان در جریان نیست. حتی ما براتان گفتم میتونم که رهبری طالب ها که در افغانستان در سنگرهای جنگ هستند، اینا هم در جریان نیستند. چند نفر از طالب ها جمع پاکستانی ها، چند نفر هم از قطری ها جمع امریکایی ها در پشت درهای بسته نشستین و تصمیم میگیرن برای افغانستان و مردم افغانستان، در حالی که مردم افغانستان قانون اساسی دارن، قانون مدنی دارن، قانون شهروندی دارن و حق زندگی کردن در افغانستان دارن و در عین حال حکومت افغانستان بر حال است. شما از پالیسی ها و قدم هایی که در مذاکرات صلح رفت و هر دمی ها از کجا آغاز کردن، کجا افغانستان طرف بحران میبرن میبینین. یک بار این مذاکرات به قطر بردن، سیاسیون افغانستان را دعوت کردن، بعد
مذاکرات به مسکو بردن، سیاسیون افغانستان را دعوت کردند. بار سوم که مذاکرات به قطر شکل گرفت، هیچ نوع سیاسیون را برای افغانستان نبود. به معنای از اینکه اینا میتونستند در قضای افغانستان تصمیم خوب بگیرند. حالا ما براتون میگویم، بازم یک بار دیگه میگویم که در جامعه سیاسی امریکا باور ما به این است که چند نفر طالب و چند نفر از پاکستان و شرکای دیگهشان در بازی سیاسی نخواستن ایالات متحده امریکا را به چالش بگیرن و به یک بارگی زمینه را و یا فرصت مساعد بسازن تا قوای ایالات متحده امریکا یک تصمیم عجولانه بگیره و افغانستان را تخلیه بکنه. از طرف دیگه حکومتی را که در بیرون از افغانستان، اگر موافق باشید یک وقفه کوتاه میگیرید دوباره صحبت شما ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید، ادامه صحبت را خواهش می‌کنم. وقتی که ما فکر میکنم که باز هم ایالات متحده امریکا جمع طالب‌ها و جمع کسایی که با طالب‌ها لابی میکنن نخواستن در بیرون از افغانستان بر مردم افغانستان تصمیم میگیرن که بر آینده افغانستان و به خیر صلح و صلاح مردم افغانستان تمام شود، ترس ما از این است. ما مسئولیت مسئولین حکومت افغانستان از این میترسند که نشه که ما از یک جنگ طاقت فرسا برایم و شامل یک جنگ دیگه شویم، که شما میدانین گروه داعش حملاتی را چند روز پیش در هتل شهر دبی در غرب کابل انجام دادن، فجیع ترین و جنایت بارترین و خونبارترین جنایت است. یعنی شما بسیار خوشبین نیستین بر وضعیت حاکم، بر صلح، بر امضای توافقنامه صلح و بر مذاکرات حاکم، و به این باور هستین که این مذاکرات نمیتونه که افغانستان به ثبات برسونه. ما باز هم یک بار دیگه میگویم، شما یادداشت کنین وضعیتی را که مذاکراتی را که در حال شکل گیری است و در حالی است که اینا میخواین بر افغانستان صلح بیارن و روز صحبت میکنن. ما فکر میکنیم که ترس ما به این است، خدا کنه که همون چیزی که ما فکر میکنیم غلط ثابت شود و مردم افغانستان به یک سال دست پیدا بکنن. باز هم میگم فکر ما خدا کنه غلط ثابت شود، ولی ما فکر ما به این است که از وضعیتی که ما در حال ارزیابی هستیم ما نشود که بدبخت از این به بدبختی بیشتر بشیم. تشکر. آقای امینیار، شما در پیوند به تصامیم آقای ترامپ به خاطر از اینکه چون گفتین به خاطر بازار داخلی انتخاباتی خود میخواهید یک پروسس و صلح افغانستان استفاده بکنه و بیشتر اقدام ناسنجیده تلقی کردین، چقدر نگران از این هستین که اقدامات ناسنجیده واقعا یک بار دیگر افغانستان رو به عقب ببره؟ خب اصلا متاسفانه معلومات و اطلاعات لازمه که ما باید می داشتیم در رابطه به اینکه چی جریان داره پشت درهای بسته میان ایالات متحده آمریکا و طالبا ای خیلی کمتر بیرون شده. یعنی ما هنوز هم نمیتونیم در فقدان اطلاعات قرار داریم، اما آن چیزی که ما از وضعیت قضاوت میکنیم ایسته که در روند صلح جاری پاکستان نفوذ بسیار بالا داره. حکومت افغانستان که باید در روند صلح قرار نمایندگی میکرد و میبود به عنوان نماینده افغانستان حضور ندارد. ایالات متحده امریکا که خود ایالات متحده مردم نویسنده های ایالات متحده امریکا و سیاسون ایالات متحده امریکا در این رابطه نوشتن و می نویسن که گویا ترامپ میخواهد که بالاخره افغانستان و پاکستان و طالبان تسلیم کنه و این موضوعات در کل این مسائل که ما جمع‌بندی میکنیم به یک نتیجه میرسیم که روند فعلی یک روند است که بین امریکایی ها و طالبا قرار میگیره و یک نتیجه که بیرون میشه شاید به سر دو ماده من فکر میکنم که یا توافق کنن چند روز بعد، اما به هیچ عنوان چهار تا بی‌سواد در دوحه و یک افغانی امریکایی افغان الاصل نمیتونه سر سرنوشت افغانا شما در حال طالبان رو به سواد خطاب میکنید که طالبان ادعای حاکمیت بر اکثریت خاک افغانستان رو میکنه. آقای امینیار، بله، شما در حال سران طالبان و هیئت مذاکره کننده طالبان رو به سواد خطاب میکنید که گروه طالبان به این باور هستند که بخش بزرگ از خاک افغانستان در کنترل داره؟ اصلا سواد رابطه و بخش بزرگ قرار دادن به طالبا و نه قرار دادن به طالبا نیست. در اصل که خب طالبا میگه که مثلا
یک مقدار سر زمین افغانستان به خود داریم و مسلط هستیم، اما وقتی که شما میبینین در افغانستان یعنی هیچ ولایت افغانستان در حاکمیت طالبا به سر نمیبرد. طبعا طالبا قوها را به خود دارند. اگر طالبا افغانستان هم حاکمیت افغانستان به خود می داشتند، طبیعیه که رهبرای طالبان هم در افغانستان زندگی می کردند. یعنی دیدی شما قایم میلیار چی است؟ اگر دقیق بگوین که صلح با طالبان شوه و یا هم نشوه، زندگی می کنند در اسلام آباد. بنان بی‌سواد بودنشان خوشک نیست. طالبا آقای امینیار اگر مشخص به پاسخ بدین که دیدی شما چی است؟ آیا با طالبان صلح شوه یا هم نه؟ در این رابطه اظهاراتشان که شما متوجه میشین اظهارات امو اظهارات کرونستایی است که یعنی هیچ دیدگاهشان تغییر نکرده. مردم افغانستان از این دیدگاه بسیار نگران هستند. مردم افغانستان امروز افغانستانی افغانستان 2009 افغانستان دهه 90 بنان. آقای امینا شما صدای مرا میشنوین؟ بله. شما دید شما مشخص گفتم در مورد صلح چی است؟ آیا حال که طالبان رو شما بی سواد خطاب میکنین، بالاخره یک گروپ عقبگرا خطاب میکنین، بالاخره یک جزء افغانستان را شده و یک واقعیت افغانستان مبدل شده، با این گروه صلح شوه و یا هم دوامدار جنگیده شوه با این گروه از دید شما؟ خب بعد در این باور هستم که مسئله افغانستان راه حل نظامی نداره. یا امروز یا فردا ما مجبور هستیم که از راحل ابزارهای سیاسی و راحلهای سیاسی استفاده کنیم، از دیپلماسی استفاده کنیم که این مسئله را حل کنیم. اما این به هیچ عنوان به معنای از این نیست که ما دستاوردهای خود را در افغانستان تسلیم طالبان کنیم و یا افغانستان تسلیم پاکستان شود. اکنون به این باور هستیم که دستاوردها تسلیم طالبان میشه؟ قانون اساسی خود را جمهوریت مثلا فدای طالبان و اشخاص افراد دیگر کنیم. ما به این اطمینان نیستم، به این باور نیستم که طالبا وقتی که یک صلح هم قرار بگیرم ما بتانیم به یک صلح پایدار برسیم و ما عقب‌گرد نگردیم. بنا از زندگی کردن از اسارت طالبا و در جهالت طالبا یک نظام طالبانی که بهتر است که ما جنگ و بجنگیم با طالبا تا به یک صلح درستر دست پیدا کنیم. سپاسگزارم آقای امینیار. آقای رسولیار، با توجه به اظهارات آقای امینیار اشاره کردن، خب طالب با توجه به این که طالب یک گروه عقبگرا است و مجموعه گروهی است که دست به خشونت میزنه، گروه تروریستی است و یک چیز دیگر هم فراموش نکنیم که خب در نتیجه هر چیزی که بوده، یا بازی‌های منطقه‌ای بوده، استخبارات منطقه‌ای بوده و یا هم ضعف‌های داخلی بوده و یا هم برادر خطاب کننده را بوده، حالا طالب به عنوان یک طرف مبدل شده و یک واقعیت مبدل شده و مجموعه نگرانی‌هایی که در پیوند با فضای حاکم بر پروسه صلح افغانستان مطرح است. اول خواهان چیره که از آقای سالنگی پرسیدیم و شما هم میپرسیم که این صلح به خیر افغانستان است و یا هم نه؟ دومی که با طالب باید صلح شوه و یا هم نشوه؟ بابک صاحب، صلح قرآنی آیت پرانا که چه و صلح خیر ویله ده صلح بهتره ده لدغه چه روزانه منگا برادر کشی لرو، روزانه ولایتون سقوط که روزانه دولت ده چه ولسواله یعقیب نشینی که مهمات و وصله و رنجر و هموه دکمند پریدی زل زره زره ده افغانستان لدره سو آتیا یا چلور سو ولسواله خبریم زره زره چه روزانه سو ولسواله یعقیب نشینی که رازی شاتا. نو پا دی اساس در تو هم که طالب عقیب گرا ده، که طالب هر رقم چه تاسو خطاب زین خلق ورته هر چه خطاب چه که که زد شخصا در طالب سر مشکل لرم هر اغا، ولیکن دا موضوع یو خواه تا پریدو. اما دا چه طالب نن سبا اتت سلویخت غربی حوادو تا ما تا ور کرده ده. اوی وای چه منگا مران امریکیت ما تا ور کرده، کمو ما تا نوی ور کرده، ولی دوی نحاضر دل، ولی مخی نحاضر دل مذاکره تا. دوی مذاکره تا حاضر دل پا دی مانا ده چه دوی تا منگ شکست ور کرده. نو هم دا وجه ده چه امریکایانو زمنگ خبر لدوزر یو نتر نن پوری نمانده ده افغانانو خبره. دوی و چې دغسې خلکو منه پانګونه وکړه چې سرنوشت بالاخره د افغانستان دا رقم شو. زه د شمال اوسېدونکی یم، تر 2010 کاله پورې شمال کې هیڅ خبره نه وه. نن زه خپل کور ته نشم تللی. ته کندوز دې وګوره، په سال دا سمنګان دې وګوره، تخار دې وګوره، بدخشان دې وګوره، د مزار شاوخوا ښار ته خلک رسېدلي دي. سرپل خو ایسته پرې د فاریاب خو ټول سقوط د 90 سلنه شبرغان دې په همدې شکل بسته یو ټولی کومنډوزي هلته تا د بېکفایته چارواکي ستر جنرالي په اوږو ټومبي شرمېږي نه، خجالت هم نه باسي. هلته بیا ټول تلف ورکي، شپږ دېرش اساکر کومانډو چار یو منې په لکونو ډالر مصارف شوي دي. دوی وژنې په رڼا ورځې ورته دسانت کوي. دا کوم اصول دي؟ کندوز دا یو ورځ سقوط، دوه ورځې
د دریم سقوط د ښار څنډو ته بوځي عمل ته سټاپ بیرته راوګرځي ولا موږ طالبان وشړل ټولې نهګونی ولسوالۍ ټولې سقوط دي کندوز په دې شکل من نه کیږي دا دا جګړه درنه ګټي کده سوله نه کده سوله ونه شي بیا به من کوم شي بای بارسن کې طالبا جنگ می برس بالکل هم در حالی کې شما برخلاف دیدگاه شما حکومت افغانستان به بارس که طالبا شکست می تواند او کله هم عملیات طالبا عملیات نیروهای افغان بر طالبا عملی نمونای شکست رو برو عملی دي درازینه ول رزوت دي هوا دو سیدون کیو ما په جنوب کې وظیفه کړې د شمال وسیدون کيم ما ته زره زره افغانستان معلوم ده یک وقفه کوته میگیریم دوباره با اساکر مورال مرم دوی په کوم حالت کې ده تشکر یک وقفه کوته میگیریم دوباره برمیگردیم ادامه برنامه پس از وقفه کوته با ادامه برنامه خوش اومدید بفرمایید خو وای کدا مولا و دا طالبان زدا طالبو حالت خراب وینم هم دغه کدا چاروا کی وی دغه جنرالان زخه عیب غنم چې دوی څنګه دا درودبی په دغه ګټوم بی دوی کم پیشرف په جبهه کې لري دوی د افغانستان ملت ته جواب لري زخه په خدای عیب غنم دوی ته دوی خود شرمېږي او هم دغه دروغین تبلیغات چې دوی کوي حالت دلته طالبان په شاو تم بولاله دامونول یو خطوه دوی پیشرف نه لري متاسفانه امدغه د طالبان روس تربل راضی ولسوالی خو ایست پرې دا عام شهرابې ایست پرې دا زمنګ مراکز د مملکت مرکز پایتخت سقوط په درشل کې دوی خپل اعتراف کوي وای ولا مونږ د پایتخت سقوط نه جلوګری وکړه دا عیب نه ده د حکومت ته چې دوی خپل احزارات کوي چې طالب بیا په پایتخت حمله کوله مونږ مخونیول نور خو بیا ایست پرې دا چې په فرا کې څه حال ده دسه پکتیکا کې څه حال ده په سرپل او فاریاب کې څه حال ده کندوز کې څه حال ده دیگه خود خدای مال شید باور شما به این است که حکومت افغانستان در مجبوریت قرار داره و ناگزیر است باید صلح با گروه طالبان انجام شود وگرنه طالبان میاد نظام از حکومت خواهد گرفت چیه او رزید امریکی حمایه نوی تبیه داگو دلت موقع پدی سلیج نسو کنست داره پدی میز نسو کنست چیه او رزید امریکی حمایه نوی منگه در نجیب حالت مورید نجیب له دغه حالت نه بهتره واغ ویل مجاهدونو ویل چې موږ په روسانو تم پلاس کاله کې ماته ورکړه دا خو درې ورځې موږ تاب نشي راوړل لیکن اما یک څلور کاله وځي زمونه کې شما بس مطرح میکنید یک بس دیگر هم مطرح میشه که اگر طالبان تاکید بر ازی بکنه که نیروهای آمریکایی به شکل مطلق خارج شوه و آمریکا هم برخلاف اعلان رئیس جمهورش تصمیم بگیره خارج شوه فکر نمیکنید که ما یک بار دیگه بس سرنوشت خطرناک رو برو میشیم طالب خاط اومد اینجا مثل که شما گفتید که ما و من خود در این میز نشسته نخواهد بودیم امی سرنوشت دوچار خواهد شدیم یک بار دیگر خواهد آمد بحث فتح را مطرح خواهد کرد و تمام وضعیت پس سال بین سال 75 تا 80 تکرار خواهد کرد بابک سید مخ که چه امریکا منگ تصمیم دیم یزو من خبری کردیم مخ که هم منگ گلو چه امریکا نه یو طرفه تصمیم نیسی یو وای چه منگ راغلو دلتا ده پا کم شی شعار پاسا سر اگلیو چه توریزم ده دلتا توریزم اماد کلتا که حکومت داری رو فساد رو که حقوقی بشار ده و ده و ده و ده ایچ ایو نکرد اوس دیو په دې ورستو کې ویل چې موږ ټول وزو موږ ویل دا احمقانه پریکړه ده دا سو پتا سی ونه کی تاسو وتل تاسو شکست په معنا دل کې روسانو چې روسانو پاتیایم په نویم لسیزه کې ماته خوړل او شرمنده لړل ک تاسو دا رقم لاړ تاسو یو یو ماته خوړن ک یعنی هغه څوک چې دنیا ناظم ده امریکا هغه یو شکست خوړن ک زواکی ولیکن روسي اظهارات د ډونالد ترامپ چې دوی ویل موږ پاتې کیو دا موږ ستایو تر هغه چې په دې خته کې ثبات رانه شي د دوی وتل موږ اشتباه ګڼو تر هغه چې دلته بین الافغانی یو جوړجړی رانسی دلته حکومت چې راضی د ټولو خو د منلو وړ نه او بعد لغه په یو وخت مهاله کې چې دلته د موږ وسلوال ځواک په خو درېدلې بیا خارجي ځواک ضرورت نه لري که هغه وخت کې وځي مشکل نشي بسیار تشکر آقای سالنگی مسئله انتخابات و صلح خب بیشتر توقع به این میرفت که مذاکرات کوتاه شوه و تا پیش از برگزاری انتخابات مذاکرات به نتیجه برسه و دمی 3-4 روزه هم آوازه به این بود که مذاکرات توافقنامه امضا میشه اما زمانی که با تازگی آقای ترامپ میگه که ما از افغانستان خارج نمیشیم یا باید طالبا عقب نشینی بکنه یا باید مذاکره بره به بنبست دو گزینه است باور شما در پیوند به این چی است که آیا این توافقنامه امکان داره پیش از انتخابات برگزار امضا شود و یا هم نه ما خدمتتون عرض کنم که سال یک پروسی جداگانه است که برای سرنوشت طالب ها و سرنوشت جنگ در افغانستان تصمیم گرفته میشه که هنوز در این سال و در سرنوشت جنگ در افغانستان مردم افغانستان و حکومت افغانستان شریک نیست پروسه انتخابات تصمیم میگیره بر آینده سیاسی و زعیم ملی افغانستان بنان هر دو پروسه یکی از دیگر جدا است ما کمی به صحبت های جناب
معاون صاحب میرم بعد میایم رابطه با ای اگر نظر شما باشه. بفرمایید. اول یک چیز ما میخوایم با شما بگویم که طالب ها یک وقت تمام ولایات افغانستان را تسخیر کرده بودند. اما اراده و نیتشان به خیر مردم افغانستان نبود، مقاومت در برابرشان ایجاد شد و دوباره از افغانستان رانده شدند. اگر باز هم با اون مفکوره بیاین و کسی با این مفکوره طالب ها رو تحمیل میکنه، سرنوشت همون سالهای قبل به یادشان باشه و با اون سرنوشت دوچار میشه. کشورهایی که طالب ها را کمک میکنن و تا این دم کمک کردین، فکر بکنن که هیچ چیزی بر مردم افغانستان تحمیل نمیشه و مردم افغانستان نخواهد قبول کرد. برادر عزیز ما گفتن که اگه یک روز امریکا در افغانستان نباشه، حکومت افغانستان سقوط میکنه. ما باور به این دارم که طبیعتاً شاید چنین باشه، اما یک گروه دهشتگر جنایتکار هر روز خون میریزه. امروز وضعیت در قندوز شما میدونین که چی میگذره. شما از طریق صفحات اجتماعی اگر میدیدین میفهمیدین در قندوز چه وضعیت است. اگر شما به امیت یک گروه جنایتکار که با نیزه قسمتی از اراضی افغانستان میگیره و آدم میکشه شما تمکین بکنین، اجازه بدین کل افغانستان میگیره. بلند ما باور به این داریم که در برابر چنین گروه و چنین جنایتکارا جدا مردم افغانستان استاد شوند، قد علم بکنن چی امریکا با ما باشه و چی نباشه. ما اینمی دمم که من از خدا انتظار دارم که از دروازه تلویزیون شما برای اعلان شوه که ایالات متحده امریکا از افغانستان می برایه و برایه، ولی ما از افغانستان هستیم. در برابر این ملک، در برابر خاک و در برابر نوامی سیمیلی و قانون اساسی افغانستان یکسر مسئولیت داریم یا نه؟ بنان ما به طور قطعی و جدی باید مسئولیت های خود در قبال خاک افغانستان ادا بکنیم. این خاک عموطوری که ما از آبش، هوایش استفاده میکنیم و به نام افغانستان افتخار میکنیم، اجازه بدین سر ما حق هم داره از این دفاع بکنیم. بس دوم ما در مورد ازی است که آیا پروسه سال و تا آمدن سال انتخابات در افغانستان شود. ما یک بار دیگه بر شما میگویم که پروسه سال سرنوشت طالب ها را و سرنوشت جنگ در افغانستان تعیین میکنه، اما انتخابات سرنوشت آینده سیاسی و زعیم ملی افغانستان را تعیین میکنه. بنان ما هیچگاه طرفدار از این نیستیم. ما به عنوان نماینده مردم هستیم. اما پرسش مطرح میشه که خب طالب ها را از کدام را داخل پروسه سیاسی میکنه اگر انتخابات شود؟ ما هیچگاه طرفدار از این نیستیم که سال جای انتخابات بگیره و انتخابات جای سال ها. این هر دو پروسه جداگانه است. ما هم پروسه سال همزمان باید پیش ببریم و توانمندی و ظرفیت رو داشته باشیم، هم انتخابات هم. وقتی ما سرنوشت انتخابات زعیم ملی ما رو تعیین کردیم و سرنوشت افغانستان به دست مردم افغانستان دوباره به دست حکومت افغانستان افتید و او از حاکمیت مردم افغانستان نمایندگی میکنه، میتونه با یک گروه مقتدر، کارا و همشمول وارد مذاکرات سال با طالب ها شوه. تشکر. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای امینیار، در پیوند به اظهارات شما دیدین که آقای رسولیار چی گفت؟ خب اگر این گروه عقبگراست و یا هم بی‌سواد است، بالاخره دیده میشه که با تمام شدت قوت در برابر نیروهای امنیتی افغان میجنگه و جغرافیا را هم به دست داره. شما اظهارات آقای رسولیار را شنیدین، بفرمایید پاسختون. میخوام که امی بخش به زبان پشتو جواب بدم که آقای رسولیار هم بهتر بفهمه. طالبان پرتل کوم شک نه دی پاکستان حمایت لاست زان سر لري، دی پاکستان د هواد څخه حمایت کیږي. یو ترهګریزه ډاله ده، یو دهشت افغانا او ډیر زیات کورونی وستایی ذهنیت لري. نو هغه شان چې تاسو طالبان رو لپاره پینوان دی یو پلوی هغه کوئ، تبلیغ کوئ،
آقا د افغانستان نه هدف آقای هدف آقای اصولی را تبلیغ نبود بلکه د نظام همین از کلم طالب طالب طالبانی فکر نه لرم اما دا در تو هم چې عملی قضاوت چې موږ تاسو کو جناب امینیا که طالب فکر ونه لري ته شرم نه لري چې طالب دلته پلوی کوي ته شرم لري چې ته شرم ولري چې افغانستان د پیک امریکا تک دلې راز زخه په میدان ولاړم ته به شرم چې امریکا تک دلې لودا په دا خبره دي شرم یا بے شرم انسان خطے کامیاب ہوند تک دلے امریکہ تا کتر اس میدان ہوند مسجد جنگ دلے میں طالب پران تاکم صلاح خست تک مراد لودا پتہ خبر دے انسان تو استاد ہوا ہے تترا کم استاد او قائر رسول اللہ لطف فتح کرم نظر بگری او قائر یا من تمام خوش بگری کہ فتح کرم نظر بگری لگی طالب تا تبلیغ کی چ طالب دومرا خاورنی ولید دومرا خاورنی ولید شرم نه درځي چې بیرون او زیدغه د ملي امنیت سرتیری ګوري چې د افغانستان او لاوډا ما د دې سرتیرو پر دفاع په لار کې خپل ځان قرباني کړ ته خبر نه چې ما هلمند کې ما د دې سربازانو چې یو ورځ نوې سربازان شو پای رسول یاره خواهش است که عفت کلام در نظر نه یی رسول ابو صاحب یی رسول ابو خود استاد ما یی میلیار شما هم یی از قرونی او صحیح بتا یی از طالب کده بتا یی او تورست له تور کوي او هغه له تور کوي چې د پاکستان ګډاګیان دي طالبان وای که زه یو حامل لرم ته 500 حامل لرم ملي اردو ته خیانت کوي ته خاینې تشکر آقای امینیار آقای رسول یار شما کوتاه ګورې هر څوک چې د بحث راځي باید نزاکت په نظر کې ونیسي متقابل احترام باید ولري دا ځان ته استادم وای مونږ ورته درناوی لرو دې تک دلې د امریکا ته ماته وای چې ته طالبان ننګه کوي زه طالبانو پر وړاندې قرباني ورکړې جنگېدلې دې ولیکن حقیقت وای ما دلته نن په دې میز کې طالبانو دلته حکومت لیکن امریکای مات ک دا یو حقیقت مسلم حقیقت د بی بی جان ودو مات ک طالبان وای کوم یو پاکستانی حمایت لري تاسو 500 ملک حمایت لري راز زپ دی ټینګار کوم چې موږ ځواکونه حمایت کوي د افغان حکومت هم د امریکایان چې دوی جوړ کړی دي راز په جبهه کې تغییر راولي راز د خپل نواب سره دفاع وکي روزانه په سهال روان د افغانستان په 300 ځوانان من قرباني لرو د خپل مړي کې په ګرم میز کې ناس خبرې کوي راست چې هم عملی جریان شي د بده مملکت څخه وزاره د من دي دي کندو بيود کندو څخه حال د درې د فید غزنی ټول خار وسو د څخه حال د هلمند کې څخه حال د ټول ویر د وژړا ده مزخ د درد حق حکایت کومه اخو رسول الله د کوتاب من ونه کوتاب من طالب ما زده طالب دوست مه کوتاب من ونه جنبنده اگر وقت مانده کت کوتاب من ونه جنبنده اگر بگید که چقدر باورمند بر این هستین که این مذاکرات بتونه واقعا افغانستان به طرف ثبات ببره با توجه به اینکه شما با این باور هستین که طالب من دغه ورور وژن وینو چې بدبختی روانه ده روزانه یو ورستر بل په جنگ نه غټل کیږي نو د دې لپاره بل مونږ وایو چې دا مذاکرات د افغانستان په خیر دي قران وایي چې دا په خیر ده او دا وایي چې نه د افغانستان په ضرر ده د قران خلاف کیږي سپاسگزارم بسیار تشکر آقای سالنگی آخرین سوالات شما را هم به عنوان جنبندی می داشته باشیم که هرچند به این با قبلا مطرح شده اما با توجه به مجموع نگرانی ها در درون و بیرون از افغانستان و مجموع نگرانی های بین مردم افغانستان و از آمدن گروه طالبان از مجموع اقداماتی که مطرح میشه چقدر باورمند برای این هستین که این مذاکرات واقعا افغانستان را به ثبات برسونه و واقعا این توافقنامه امکان داشته باشه امضا شود خیلی کوتاه فرمایید اول ما یک چیز جناب مهان سوی تایید میکنم که رئیس جمهور افغانستان ناسنجیده از وضعیت افغانستان وضعیت از برادرار در هر جای توضیح میکنه اون رو برات بهای جنرالی و سر جنرالی را باد آورده برشان میده با این وضعیت اگر ما پیش برای اون وضعیت نظامی در افغانستان شاید بیشتر از این نگران کننده باشه اما یک مورد دیگری که ما میخواییم رابطه به بحث صلح و بحث صلح دائمی در افغانستان اگر طالب ها صلح میخواین امروز در قندوز چی میخواین که آدم بکشن با این وضعیت ما فکر بکنم که طالب ها میخواین با نوک نیزه و تفنگ در افغانستان حاکمیت بکنن و با ایالات متحده امریکا کنار بیان با این کنار آمدن در کنار ایالات متحده امریکا و ریختن خون در افغانستان ما فکر میکنم که ما با یک صلح دائمی نخواهد رسید بسیار تشکر آقای امینیار خیلی کوتاه بفرمایید آخرین اظهاراتتون در 30 ثانیه که چقدر خوشبین و یا هم بدبین هستین بر روند مذاکرات حاکم و چقدر به این باور هستین که مذاکرات واقعا بتونه به شکل نسبی افغانستان رو به طرف ثبات ببره ما فکر میکنم اگر طالبان دست فکرشانی باشه که به شکل فاتحانه در افغانستان می یک نظام قرون وسطایی طالبانی و امارت به وجود میاره این خواب به گور خواهد برد این خواب کسایی که در اونجا در میزام شیشته
و از طالبا حمایت تر از دلت من نرغنده کینه ما غنده پاکستان هیچ کی هم شیشتر کسایی که هر کسی دیگه دلت که دیده که افغانستان غلام و مردم افغانستان در اسارت زندگی کنه می خوابه ده گون گوجه ده بیرغ ننګه کو ننګه چا څو کی په جبهه کې دریږي په میدان کې د تختی نه به یک دش گروه دش افغان تسلیم شیم. اما اگر نیت صلح هست، نیت از صلح هست، می خواهیم که واقعیت بیان مثل یک شهروند مدنی، شهروندی که از قانون اساسی افغانستان، جمهوریت افغانستان دفاع می کنند و زیر ارزش های افغانستان میان صلح را به وجود میارن، در اون صورت ما این صلح را درست می دانیم. من صلح نپورت ارزش نلرو، سیار تشکر. از زمان در نمره ارزش ده، بس. افغانستان، جمهوریت افغانستان در خطر. سپاس گزارم آقای امینیار. قطیسه است از طرف جی اچ کیو پاکستان و چند تا اشخاص افراد بی سواد که در اونجا ششته و همچنان در اون چه بی سواد نه بسیار تشکر آقای رسول خطاب نکی آقای بسیار تشکر احمق نه خلاص بذارم آقای رسول خطاب نه چه خطاب که خلق بی سواد سپاس گزارم عایف کوم پتا چې د افغانستان پیسې مصرفیږي متاسفانه بسیار تشکر مینه مرمه عزیز شاگردانو من عایف کوم چې ستا درس ته کینی متاسفانه دغه په حال باندې بسیار تشکر آقای رسولیار آقای سالنگی و آقای امینیار از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و از شما تشکر مینده عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار